سلام بر اون کسی که به ما سلام را آموخت. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. سلام بر تو که سین سلام از تو رسید، سلام گرد جهان گشت و همسر تو ندید. در فضای اطراگین بسم الله هستیم، چون پیغمبر ما در کنار بقیه پیغمبران نیست، مجموعه همه پیغمبران، و دین او یه دینی نیست در مقابل مسیحیت، در مقابل یهودیت، همه ادیان. آنچه خوبان همه دارن تو تنها ده. اصلا همه انبیا مسلمان بودن، من تا مراتب مسلمانی رو طی کردیم تا رسیدیم به اینجا. نقطه کمال این سیر معنوی در وجود مبارک اون بزرگوار محقق شده. بنابراین حضرت نوح مسلمان بود، حضرت موسی مسلمان بود، حضرت عیسی مسلمان بود. یکی از عزیزان ما در شمال انگلیس سخنرانی کرد، خیلی جالب بود موضوعش. در دنیای مسیحیت موضوعش این بود که اندر مسلمانی مسیح، که مسیح چگونه مسلمانی بوده، و حرف خودش به کرسی نشون که بله اینطوره، مسیح هم مسلمان بود. و ای بسا که ما اگر خودمون رو امت پیامبر اکرم میدونیم، ای بسا که هنوز به اون درجه نرسیده باشه. مردم تصور میکنن که امت یه پیغمبری هستن، امت اون پیغمبری هستن که به اون نزدیکترن. ای بسا مسلمانی که امت عیساست، امت موساست، امت دیگریست. مسلمان هم هست البته، مرتبه مسلمانیش در مرتبه ابراهیمه. بنابراین این شب فرخنده به همه بشریت تعلق داره، منتها میلاد رسول اکرم و میلاد همه این بزرگان دو نوعه. یکی میلاد تقویمی و تاریخیه که بر حسب تواریخ گفتن در این زمان، اختلاف نظرم هست، بعضی گفتن 17 ربیع الاول، بعضی گفتن 12 ربیع الاول، بعضی زمان دیگه گفتن که الان 14 15 قرن، قرن 15 از میلاد اون بزرگوار می‌گذره. این یه تولده که این خیلی البته مایه شعف و شادی ماست، ضیافتی برپا می‌کنیم و جشن می‌گیریم، اما حقیقت اون جشن رو وقتی باید بگیریم که او در ما متولد بشه. میلاد مسیح زمانی است که یک مسیحایی در دل ما متولد بشه. اون شاعر انگلیسی گفت که اگر مسیح 1000 بار در بیت لحم زاده شود، تو را چه سود که همچنان ملول و افسرده و دل مرده باشی، تو که زنده نشدی، حالا مسیح به دنیا آمد. اگر ما به اون خلق محمدی نرسیم و به اون رحمت نامنتهای او واصل نشیم و بهرمند نشیم، ما را چه سود که متولد شده؟ ما یه سرشکستگی ماست که با وجود تولد چنین بزرگواری، ما همچنان از اون خلق و از اون خو و از اون برکات و از اون کمالات، از اون جمال، از اون بلغ الاولا به کمالهی. واقعا سعدی حرف آخر زده، در 4 مصرع چیزی باقی نگذاشته که بلغ الاولا به کمالهی، مقامات بلند رسید به سبب کمالاتش. کشفت دو جا به جمالهی، همه تاریکی ها رو به نور جمالش روشن کرد و برطرف کرد تاریکی ها رو. حسنت جمیع و خصالهی، همه خصلتاش خوبه. صلوا علیه و آله، بنابراین درود فرستید بر او و بر آله. اللهم صل علی محمد. اگر او در ما متولد بشه و اون وحی در ما ظهوری بکنه
اقرأ بسم ربک الذی خلق رو ما بشنویم، چون اگر او متولد بشه در ما بعد 40 ساله میشه، بزرگ میشه و بعد وحی هم میشه، قرآن بر ما هم نازل میشه از طریق او. اگر ما خودمون رو متصل به او کردیم، شبیه عرض کردم با دوستان که یه طلبه در حجره مدرسه صرف و نحو میخوان، بعد رسید به یه قاعده که نوشته بود که نکره مضاف کسب تعریف میکنه. وجب کیناگریه، خیلی مهمه که نکره معرفه بشه با یه اضافه، حرف اضافه که میاد این نکره بوده معرفه میشه. خیلی جالبه این. و یه قدری فکر کرد، عجب قاعده خوبه که نکره اگه مضاف شد به یه کلمه دیگه معرفه میشه. بلند شد و گفت این قاعده رو باید استفاده کرده داشت، این قاعده نباید ازش گذشت. آمد و در اصفهان سراغ حجره حاج آقا حسن چایچی که معروف ترین تاجر زمان بود گرفت و اومد گفتش که حاج آقا من یک قاعده خوندم در صرف و نحو عربی. و گفت قاعده چی چیست؟ گفت قاعده اینه که نکره اگه کلمه نکره باشه، مثلا میگن کتاب، کتاب کسی میدونی چه، ولی میگن کتاب سعدی، کتاب شکسپیر معرفه میشه. من میخوام این قاعده رو مصرف بکنم. گفت خب چطور میخوام مصرف کنی؟ سهم من چی چیست؟ گفت چی، من یه طلبی هستم نکره، هیچ که من نمیشه تو اصفهان نکره هستم، شما معرفه این. اگه من بشم داماد حاج آقا حسن چایچی، این کسره اضافه داماد حاج آقا حسن چایچی، ما معروف میشیم. معروفه که اون خیلی خوشش آمد، اون حاجی اصفهانی، گفت این مردی که یه همچین استفاده میتونه بکنه خیلی برکات دیگه هم تو زندگی بهش میرسه. حالا اون طلبه خیلی باهوش بوده البته، ولی باهوشتر از اون طلبه که اون کسیست که بیاد به در خانه اون کسی که معروف علل اطلاقه و اون خازن گنج های عالم، اون کسی که ان من شیء الا عندنا خزائنه، اون هم خازن و هم خزینه پرداز به قول نظامی، بیاد پیش او و بگه که ما نکریم، که ما رو میشناسیم، اما اگر ما بشیم یه ارتباطی به شما پیدا کنیم، یک ارتباطی اضافه ای، بشیم عبدالله، بشیم بنده خدا، اگه ما رو قبول بکنیم به این صفت، ما معرفه میشیم، یک شبه معرفه میشیم. آنچنان که دیدیم پیغمبر اکرم به مناسبت این عبودیت به کمال شهرت رسید، یعنی اشهد و ان محمدن عبده و رسوله، یعنی این مقام عبودیت هست که او رو حتی به مقام رسالت رسوند. برابر این اگر ما اضافه پیدا کنیم به او از طریق او، این قرآن بر ما وحی میشه. قرآن که بر ما وحی شده، بر او وحی شده. هر کدوم از این آیات که آمد و قلب ما رو نورانی کرد، اون بر ما وحی شد. اقرأ بسم ربک الذی خلق، اگر من هنوز دارم کتاب عالم بسم خودم میخونم، آیه و پیغمبر وحی شده. گفتش که اون برادر ترکیم گفت تو رو سننه، ما چه مربوطه که اونجا وحی شده؟ ما باید بهره بگیریم از این ماجرا، ما باید همراه او به معراج برایید، چو از آل رسولید، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید. در این معراج باید همه اوصاف نقصان و تعلقات رو رها بکنیم، آنچنان که پیغمبر رها کرد. به قول نظامی گفت که نخستین قلم بر عطارد شکست که امی قلم را نگیرد به دست. قلم رو گذاشت زمین، شما هم قلم بزنید زمین، در برابر اون امی شما قلم به دست نگیرید، که امی قلم را نگیرد به دست. طلاق طبیعت به ناهید داد، یعنی تمام طبیعت و تعلقاتش هم همه رو طلاق داد به ناهید. گفتش چون ناهید مظهر عیش و عشرت و این چیز هاست، عشق و عاشقیه، گفت اینام خدمت شما. به شکرانه قرصی به خورشید داد، یک قرصی هم قرص نانی انداخت جلوی خورشید به شکرانه این که داره میره بالا، آدم باید بخشش بکنه، او قرایی سفر باید بده. قرص خورشید رو او عطا کرد به خورشید در این معراج. رونت به مریخ داد آتش خشم خیش،
هرچی هم عصبانیت و تندخویی و تندی و هرچی وقت که غضب بود نرم همه رو داد به مریخ، گفت اینا هم خدمت شما، که خشم در آن ره نمی رفت پیش. رعونت رها کرد بر مشتری، رعونت و خودپسندی و ناز و غمزه و اینا رو هم گفت اینا خدمت شما باشه، ما ناز به همون نیمده، ما نیاز به همون اومده. ناز معلومه که چشم ابرویی داره، جمالی داره، کمالی داره، ما چه نازی بکنیم؟ اگه چیزی هم داریم عاریتی میان میگیرن بعدن، ما نازی نمیتونیم بکنیم. اینا رو همه رو دادن به مشتری و بپرداخت نزلی به هر منزلی، هر منزلی که میرفت یه چیزی پرداخت میکرد. چنان کو فرو ماند و تنها دلی، الا من اتى الله بقلب سلیم، هیچی با خودش نبرد مگر اون قلب سالم و پاک که در اون آینه، در آینه اون قلب اونجا خدا رو دید. دید معشوق خیش را به درست، دیده از هر چه دیده بود بشست. و اونجا گفت که خداوند جهان را بی جهت دید، کلام سرمدی بی نقل بشنید. چون یه وحی هم اونجا شد که اوها الى عبدهی ما اوها، وحی شد همونه که وحی شد که شما هیچ خبر نداریم، مثلا ما قرآن رو بالاخره خبر داریم، یه چیزهایی هم به او گفتن که اصلا کسی خبر نداره. اوها الى عبدهی ما اوها، کلام سرمدی بی نقل بشنید، خداوند جهان را بی جهت دید، به هر موی دلش چشمی برآورد، به هر عضوی تنش رقصید برآورد. و از آن حیرت که دیدن حاصلش بود، و از آن دیدن که حیرت حاصلش بود، دلش در چشم و چشمش در دلش بود. خطاب آمد در اینجا، ما باید با او دنبال بریم، بریم با اونجا رو. خطاب آمد که ای مقصود درگاه، مقصود درگاه یعنی تو رو، اصلا مقصود آفرینش تویی، مثلا همه رو بر تو آفریدم، لولا لما خلقت الافلاک، اگه تو نبودی من اصلا خلق میکردم. این خطاب به پیغمبر هست و به همه ما هست اگه در او باشیم، اگه همراه او باشیم. خطاب لولاک به ما هم هست، آن دم لولاک آن باشد که کار از برای چشم تیز است و نزار، گر نبودی گوش، گوشهای وحی گیر، وحی ناوردی زیگردون یک بشیر. به خاطر ماست که پیغمبر میپرسن، به خاطر ماست که وحی فرستاده میشه، به خاطر ماست که آب زمین و آسمان و ابر و بادام ماه و خورشید و فلک در کارن. از اونجا گفت خطاب آمد که ای مقصود درگاه، حالا شما خودتون تصور کنید اونجا به جای پیغمبر، در رسیدید به اون بارگاه بعد از همه اون مراتب که گریبه بر گریبه رخش میران، جریده بر جریده نقش میخوان، همه نقوش عالم هستی رو خوند و طی کرد، حالا رسیده به حضور او. خطاب آمد که ای مقصود درگاه، هر آن حاجت که مقصود است درخواه، هر چی میخوای بخواه. حالا این چه سعادتیه که آدم برسه به حضور یه سلطانی که تمام ثروت ها اونجاست، تمام قدرت ها اونجاست، هیچ بخلی هم نیست، هیچ نگرانی هم نداره. چون آدم گاهی میاد یه پیشه کریمی، مثلا میگه آقا مثلا 1000 تومان به ما بدین، بعد فکر میکنه 1000 تومان که زیاد باشه، مثلا 500 تومانش میکنه، چه نگرانه، برای اینکه یا ممکن نره اصلا، کرمش چقدر هست نمیدونی. کرم نامتناهی، فضل سرای فضل بود از بخل خالی، هیچ بخلی اونجا نداره، هر چی بخوای. این که میگن در روز قیامت میگن چی آوردی، بعضیا فکر میکنن که یعنی واسه ما چی آوردی. یه گدایی بود که رفته بود اونجا در بارگاه الهی که رفت، گفتن چی آوردی، عصبانی شو، گفت چی آوردم، ما چیزی ندارم اینجا، ما اون دنیا که مشغول گدایی بودیم، بنده های خصیصت هم که پولی به ما نمیدن، گفتن خدا بده. ما فکر کردیم خدا میده، خدا چیزی نمیگیره، چی آوردن. گفت وقتی ما میگیم چی آوردی، یعنی چی آوردی که ما بهت بدیم، ظرف چقدره، خمره آوردی، کیسه آوردی، مغازه عطاری که اومدی چی آوردی، ظرف چقدره، کامیون آوردی، کشتی آوردی، ما همونقدر بهت بدیم. حالا خطاب آمد که ای مقصود درگاه، هر آن حاجت که مقصود است درخواست. سرای فضل بود از بخل خالی. چی خواست اینجا پیغمبر؟ گفت کلید گنج رحمت رو بدیم به من، یه کاری بکنین که من واسطه در فیض الهی بشم، هرچی رحمت هست از من عبور کنه برسه به مردم. ارسلنا که رحمتن للعالمین، ما نباید این دعا رو بکنیم، باید که او در ما متولد بشه، باید که
وحی بگیریم از او، باید که همراه او به معراج بریم و باید که این سخنانو بشنویم و باید که اونجا درخواست کنیم که خدایا ما رو واسطه رحمت قرار بده، یه کاری بکن که ما دستمون دست تو بشه و چشممون چشم تو بشه و واسطه در خیر بشه. بنابراین امشب شب رحمتن للعالمینه. ضمناً نمایشگاه بسم الله هم هست که بنابر اون حدیثی که هر کس بسم الله رو به خط حسن بنویسه، به خط زیبا، بهشت برش واجب میشه. خطاطان عالم در طول این 1400 سال چه بسیار نقش ها آفریدن به شوق این معنی که البته بهرم میبرن، ولی یه نشانه دیگری دادن که این رو کجا باید بنویسن، رو چه کاغذی باید بنویسن. این بسم الله الرحمن الرحیم رو باید بر صحیفه دل بنویسن. خداوند خودش کجا نوشته؟ خداوند کجا نوشته بسم الله رو؟ کتب علی نفسه رحمه. خداوند بر نفس وجود خودش این رحمت رو نوشته و خودش واجب کرده. بنابراین ما هم بنویسیم بر وجود خودمون رحمت رو. وقتی رحمت رو نوشتیم دیگه هر کسی نگاه بکنه میخونه بسم الله رو. میگن از وقتی که پیغمبر در شب معراج جبرئیل رو دید، دید رو پیشونیش نوشته لا اله الا الله. حالا بعضی فکر میکنن مثلا چجوری نوشته بوده، با خط سلس بوده، نسخ بوده، با چراغ نئون نوشته بودن، چجوری بوده؟ نه، اصلا نفس وجود او و دیدن او تجسم معنی لا اله الا الله. بعضی آدم ها هستن که آدم وقتی میبیند چون یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی رحمت، یعنی برکت، یعنی آدم خوشش میاد که اونجا باشه. هیچ کس نمیخواد که اون نباشه، همه میخوان که اون باشه. بعضی هستن که وقتی نباشن آدم هضم میکنه. با دوستان میگفتم که اگر کسی صبح بلند میشه میخواد بره سر کار، فکر بکنه که اگر من نرم سر کار چی میشه؟ اگه چیزی نمیشه، ضرری به کسی نمیخوره و خیری هم به کسی نمیرسه، نره سر کار. چه بسیار آدم هستن که نره سر کار بس خیلی بهتر میشه. ما باید به درد بخوریم، یعنی وقتی که پامون میذاریم از خونه بیرون، خیر و رحمت و برکت از ما به مردم باید برسه. اگر این نمیرسه، ما بهتره که فکر شغل تازه بر خودمون بکنیم. بهترین شغل اونیست که آدم فکر بکنه بینی و بین الله که چه خیری از این کاری که من میکنم از صبح تا شب به مردم میرسه. اگه خیری نمیرسه واقعا فکر بکنه که چه کار دیگری بکنه. بنابراین به شوق این بسم الله این همه زیبایی آفریده شده. و امشب چون شب جشن و فرخوندگی و عیش و عشرت هست، عشرت حقیقی، عشرتی آسوده تر از روزگار، من سخن رو کوتاه میکنم، فقط چند کلمه راجع به زیبایی، که این زیبایی یکی از تجلیات اون رحمته. اون رحمت هزار جلوه داره، یکیش زیباییه. اصلا زیبایی یعنی خوبی. آدم وقتی چیز زیبایی رو میبینه یاد خوبی میفته، میفهمه که این مثلا یه لبخندی مادر میزنه، بچه از این چی میفهمه؟ میفهمه که یعنی شیر، یعنی آغوش، یعنی دوستت دارن، یعنی بغلش میکنن، یعنی گرما، یعنی همه اینا، یعنی این لبخند. بنابراین این لبخند زیباست. مثلا زیبایی اونیست که القاء معنی خیر میکنه. ما وقتی میریم در دامن طبیعت، آسمان، تمام اینا یه خیری رو به ما یادآوری میکنن. اگرچه که زیبایی خودش نقطه اوج آفرینشه و زیبایی دوای درد همه بشریت امروز. ما اصلا مشکلمون اینه که از زیبایی دور شدیم، ما به طرف زشتی میل کردیم. اولین درسی که از زیبایی آدم باید بگیره این است که بفهمه که پس ما چرا اینجوری هستیم؟ اگه چیزا اینقدر زیبا هستن، پس ما چرا کج و کولیم؟ باید خودمون درست بکنیم. اول کلاممون رو درست بکنیم. زیبایی رو فکر نکنید یه تابلو، مثلا زیبایی رو فکر کنم مثلا هفت هنره. تمام عالم باید زیبا باشه، که هست، مگر اینکه ما تصرفات غیر زیبا درش بکنیم. ما باید از شروع بکنیم کلاممون زیبا باشه، حرف زشت نزنیم، رفتارمون، قیافه هامون قیافه های زیبا باشه. گفتش که زیبایی اصلا انسان رو دور میکنه از هر گونه کار زشتی. مولانا میگه که مسلمانان مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید، که کفر از شرم یار من مسلمانوار میآید. اصلا آدم وقتی چشم به زیبایی میفته کافر باشه مسلمان میشه، شقی باشه رحیم میشه.
مجنون آمد دید که چند تا آهو رو گرفتن تو دام، یه صیادی هم اونجا نشسته و گفت اینا بچه گرفتی؟ گفت چی، ما مدت زن بچه داریم، زندگی داریم، اینا یک گله عیال و صیدم این است. گفتش که اینا رو نمیشه به آزادش بکن؟ گفت نه، ما زندگیمون همینه. گفت من اسبامو به تو میدم، آخه تو نگاه کن به اینا، چشمی و سرینی، این چنین خوب، بر هر دو نوشته غیر مغضوب، این روی این نوشته که غیر المغضوب علیهم، این جز مغضوب علیهم نیست. چه موقع روی پیشانی ما می‌نویسن غیر المغضوب علیهم؟ که هر روز دعا می‌کنیم، موقعی که زیبا بشیم. زیبایی یعنی غیر المغضوب علیهم. گفتش که چشمی و سرینی این چنین خوب، یا در مخزن الاسرار میگه چشم و سرینی به شفاعتگری، یعنی اینقدر این چشمش زیبا بود، چشمش نه به چشم یار ماند، رویش نه به نوبهار ماند، بنابراین گردن مزنش که بیوفا نیست، در گردن او رسن روانیست. زیبایی دستور میده به ما اصلا، زیبایی یعنی خوب باش، یعنی مهربون باش، یعنی خوشخلق باش، یعنی باگذشت باش، یعنی متعادل و موزون باش، تند نباش، خشن نباش، نرم باش، ملایم باش، خلق محمدی داشته باش. که پیغمبر فرمود که من انا امله من اخی یوسف، معنیش اینه که من جمال دارم ولی از برادرم یوسف ملیح‌ترم هستم. این نمکی هست که ملاحت محمدی بهش میگن. بنابراین زیبایی خیلی مهمه. زیبایی اصلا تمام درد ما امروز در عالم این است که از زیبایی دور شدیم. تناسب به هم رفته، به هم خورده، کوک نیست، موزونی نیست، توازن نیست. بنابراین نمیدونیم چیکار بکنیم. تو معماریمون نگاه میکنیم میبینیم توازن رفته. معماری ما رو کچخلق میکنه. هر چیزی آدم رو یاد مشابهتهای خودش میندازه، شبیه خودش میکنه. اگه زیاد شما با چیزای ناموزون گوش بکنین، صدای بلبلت یه گل کجا پسند آید که گوش هوش به مرغان هرزه گو داری. اگر دائما چشم رو به هر چیز نازیبایی بیفتی، یواش یواش اصلا ذوق زیبایی از ما میره، بعدا خلقمون تنگ میشه. باید رفتارمون، حرکاتمون، قیافه هامون، تمام اینا باید زیبا باشه. زیبایی یه چیزیست که کل کائنات در بر گرفته. گر نقشی که نکه در سرش زیبا نیست، گر دیده پاک عشق بکشایی، نقشی نکه در سرش زیبا نیست. برابر این زیبایی همه خاصیت هایی که آدم از هر چیزی انتظار داره و از هر رحمتی شما میخواید، از علم، از دانش، از معرفت. زیبایی شما معرفت هم میده، زیبایی به شما مستی میده. این مستی ها چیه که مردم میخورن که دو دقیقه یه ساعت بعد دو مرتبه خمار میشن باز دوباره باید بخورن؟ یک مستی به شما میده که 30 سال مست بود گوته بعد از اینکه با حافظ آشنا شد، اصلا دیگه از مستی بیرون نیومد. وقتی اون نمایشنامه شاکونتالا رو خوند مست بود. بنابراین من ختم میکنم به یه قطع شعری از مولانا جلال الدین در وصف زیبایی، که حرام گشت از این پس فغان و غمخواری. یه آیه تازه اومده که حرام از غصه خوردن، غصه خوردن و غمخواری حرامه. مؤمن نباید غصه بخوره، چون مؤمن به جوهر شادی وصله. مؤمن چرا غصه بخوره؟ لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خوف و حزن این که گفتن ولی یبکو کثیرن، یکی میگه آقا پس چرا گفتن ولی یبکو کثیرن ولی یضحکو قلیلا، کم بخندن زیاد گریه بکنن؟ گفتن مال کفاره، کفاره که یه کمی باید 4 روز بخندن ولی بعد زیاد باید گریه بکنن. اهل ایمان باید بخندن. مؤمن هشون بشون بسام، مؤمن گشاده رو و بسام و خندانه. چرا؟ برای این که دلش گرم، امیدوار به رحمت الهی، نگرانی نداره اصلا. بنابراین گفت که حرام گشت از این پس فغان و غمخواری. شک و شکایت هم حرامه، چون یعنی ناشکری دیگه. بهش گشت جهان زان که تو جهان داری. وقتی جهان دارش معلوم شد، یه عالم بهشت، جهانی چنین خوب و خرم سرش، حوالت چرا وعده شد در بهشت؟ حالا نمی‌دون چرا گفتن بهشت، اون چه خبر دیگه؟ این که به اینجاست باده دردالود من مجنون کند، مر شما را صاف آنتاچون کند. چو آن خوبتر گفتی، آن خوبتر، البته ما قبول میکنیم قول تو رو، گفتی اون بهتر، اون بهتر، ولی اینم خیلی زیباست. بنابراین بهشت گشت جهان زن که تو جهانداری. مثال ده، با این کلمه مثال بازی کرده مولانا. مثال یعنی فرمان،
مثال ده که نریزد گلی ز شاخ درخت، مثال ده که کند خار توبه از خاری، مثال ده که نیاید به صبح غمازی، مثال ده که نگردد جهان شب تاری، مثال ده که کند ابر غم گوهرباری، مثال ده که رهد حرص از گدا چشمی. دستور بده که حرص اینقدر گدا چشم نباشه. چون آدم وقتی گدا چشمه هی حرص میزنه، چشمش پر نیست. مثال ده که رهد حرص از گدا چشمی، مثال ده که طمع وارهد به طراری. آدم وقتی طمع میکنه هزار نقشه میچینه، نیرنگ ها و فریب های عجیب، طراری و شیادی در عالم زیاد میشه که چیه که من میخوام که طمعی کردم میخوام چیزی به دست بیارم. مثال ده که طمع وارهد به طراری. طمع اینا رو میگه که این کارا رو دستور بده، ولی میگه لزوم نداره دستور بدی، اگه نداری مهم نیست، برای اینکه مثال گر ندهی حسن بی مثال تو بس. همین جمالی که داری تمام این کارا رو میکنه، جمالی که داری ابر غم گوهرباری میکنه، شب تاریک دیگه پیدا نمیشه، خار توبه میکنه از خاری، آزارها هم از بین میره، طمع از بین میره، حرص از بین میره، خیانت از بین میره، مغضوب علیهم از بین میره، تمام اینها محو میشن در نور زیبایی. همه ظلمت ها در نور اون جمال کشفت دو جا به جمالهی، یعنی تمام تاریکی ها رو به نور جمال خودش برطرف کرد. چون جمال نورم هست، جمال ایمانم هست، جمال عقلم هست، چون عقل اصلا متخصص زیبایی عقله، به خاطر اینکه اون جمال رو میشناسه. تمام اینها در کلمه جمال خلاصه میشه. بنابراین دعای ما این است که اللهم انی اسالک من جمالک به اجملهی. اول میگه نه این یکی بده من، این یکی نمیخواد. بعد نگاه میکنیم این همش زیباست، بعد داره عوض میکنیم، میگه اللهم انی اسالک من جمالک کله، خدایا اون جمال رو کلش رو من بده. کلش یعنی بیاد فقط نره توی دیوار نقاشی بشه، تو موسیقی بشه، کل جمال خواستار باشین. اون وقت گفتن اون دنیا چه خبری؟ گفتم اون دنیا دو بخشه، یه بخشش اشتت کده، یه بخشش هم شکنجه کنه. گفتن خب کیا میرن اشتت کده، کیا میرن شکنجه کنه؟ گفتم معلومه، اونایی که اهل اشرت بودن میرن اشرت کده، اونام که اهل جهنم بودن میرن جهنم. چرا؟ برای اینکه اون کسی که اهل حوری پری بوده اگه نبوده میره اونجا میگه آقا حوری پری ما بوده، میگن شما اهل حوری پری نبودین، شما اونجا دوتا حوری هم که نشون دادیم اذیت آزار کردی، لگد زدی، هیچ اهل زیبایی نبودی، تو اخم کرده بودی، تو هزار کار زشت کردی، ناموزون گفتی، تو چه نسبتی به حوری پری داری هستن؟ بفرمایید قاضی طرف. اون کسی که اهل حوری پریه اونی میبرنش پیش حوری پری. اصلا اونجا سنخیت من احب شیئاً حشره الله معه، هر کی چیزی رو دوست داره خدا به همون مشروعش میکنه. شما چی دوست داری؟ اگر زیبایی رو دوست داری، اگر لطف، انصاف خیلی زیباست، هیچ چی قشنگتر از انصاف نیست. فیر میگن اروپایی ها، یعنی قشنگ، اصلا به انصاف میگن فیر. چقدر زیباست که آدم انصاف داشته باشه. همه زیبایی ها رو اللهم انی اسالک من جمالک به اجمله و کل جمالک جمیل، اللهم انی اسالک من جمالک کله. بنابراین ما در این شب فرخنده آرزو بکنیم که خدایا اون اولا این دعای ما رو در پیشگاه خودت اگر ما رو قبول کردی که امت اون پیغمبر هستیم و همراه او بالاخره چهار قدم به معراج اومدیم، به ما بگو که من هر آن حاجت که در مقصود است درخواست. ما چی بگیم؟ بگیم خدایا ما رو مظهر رحمت کن. چرا؟ این خیلی دعای خوبه، برای اینکه در واقع درسته که ما مظهر رحمت برای غیر میشیم، ولی رحمت رو از ما باید عبور بکنه، پس اول به ما میرسه. اگر گفتی خدایا منو واسطه رحمت کن، اول پر خدا آدم پر از رحمت میشه، پر از طراوت میشه، پر از عشق میشه. این دعا رو بکنیم و این دعا رو هم بکنیم که خدایا کل جمال رو به ما بده و ما رو شایستگی این بکن که در اون عالم که آمدیم اگر دعوی کردیم که ما رو ببرید پیش حوریان و پریان و زیبارویان و اون جنت و اون سدرة المنتهى و اون تختی که متکئین علیها متقابلین، یطوف علیهم ولدان مخلدون، یه تناسبی با اون زیبایی ها داشته باشیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.